الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قدوتنا وأسوتنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خدمت بزرگان، جوانان و نوجوانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال را بی‌نهایت سپاسگزار هستیم و تشکر میکنیم که توفیق را رفیق من ساخت که در این محفل مبارک و در جمع مبارک در کنار چهره های درخشنده و مبارک شما باشیم. مجلس خیلی مبارک هست و افرادی که در اینجا حضور دارند افراد با برکت، افراد با برنامه، افراد متعهد و اشخاص متدین، الحمدلله. ابتداء این محفل را به هر دو فامیل که عقد در بینشان صورت گرفته مبارکباد میگم، بالاخص به دکتر سیب گرامی فضل رحمان فقیرزاده و عزیز دلشان قیومی. در ابتدا قبل از اینکه من سخنرانی را آغاز بکنم، ما هر جایی که سخنرانی می داشته باشم، باز قبل از سخنرانی در صفحه فیسبوک باز دوستان آگاه می سازم که در فلان جای سخنرانی هست. بعضی کسا برنامه لایف را می بینن، ما پاسخ به یک کامنت را می دم، انشالله که سوالای اکثریت دوستان دو حل خواد شد. یکی از دوستان نوشته کرده بودن، گفت عروسی و سخنرانی. دقیق شدن انشالله، عروسی و سخنرانی. گفتی سخنرانایتان در مساجد بکنین و در مدارس بکنین، بعض جاهای دیگه عروسی سخنرانی نیست. این برنامه ای که اسلام برای ما و شما داده که عقد نکاح هست، اگر شیخ پاسخش خود ما گفتم، ای را کی داده؟ اسلام. ای که کنار هم نشستگی هستیم برادروار، مبتسم و خوشحال به طرف یکی دیگه میبینیم، این برنامه را برای ما کی داده؟ اسلام. ای که ما نماز میخوانیم، با هم تعامل داریم، برادری داریم، همدلی داریم، همدیگر پذیری داریم، اخوت داریم، صمیمیت داریم، صداقت با هم داریم، این برنامه را به ما کی داده؟ اسلام. اسلام تنها منوط مربوط به یک مسجد نیست. اسلام تنها برای ما درس برای مسجد رفتن نداده. اسلام تنها برای ما درس خوردن و نوشیدن نداره. اسلام درس حکمت، درس حکومت، درس نظام، درس اقتصاد، درس عروسی، از بیت الله تا بیت الخلا و از بیت الخلا تا بیت الله رفتن را ما را درس داده. این برنامه ای که ایجا منعقد میشه، انعقاد میشه، ما به مو اندازه برای برنامه اهمیت قائل هستیم. اسلام برای ما تو گفته، ایر اسلام به ما تو درس داده که میبینیم که دو فامیل اجنبی را کنار هم با یک عقد صمیمی میسازن. این درس اسلام هست. یعنی اسلام منحصر به یک چهار دیواری به نام مسجد نیست. اسلام باید هر جای حرف بزنه، دین باید هر جای برنامه داشته باشه و هر جای برنامه داره. یعنی تو فکر نکنیم که ما اسلام را فقط در مسجد تعلیم بکنیم، برای مردم در روزهای جمعه سخنرانی داشته باشیم. نه خیر، آغاز زندگی یک داماد و یک عروسی که با اسلام شوه، با ای تو برنامه های مفید شوه، اون نسلی که از اونها با وجود میه، نسل متعهد، نسل آینده ساز، نسل آینده نگر و نسل مفید خواد بود. پس این برنامه اگر با اسلام آغاز میشه، با برنامه اسلامی آغاز میشه، کدام مشکل نخواد شد به نظر. موضوعی که میخوام صحبت بکنم در مورد چگونگی اخلاق با اعضای خانواده هست. در بعض محافل در مورد عروسی و
ازدواج خیلی صحبت کردیم و ما متیقن و بارمن هستم که بعض جوانها که مجرد هستن خیلی تقاضای عزیز دارن که در مورد ازدواج صحبت شد و میشه انشاءالله. موافق دل جوانها صحبت خواد کردیم. خانواده هسته اولی جامعه هست، زیربنای جامعه هست و اولین خشت که در یک جامعه گذاشته میشه و خشت مفید باشه یا غیر مفید باشه از خانواده آغاز میشه. امروز کسی تماس گرفته بود گفتی وضعیت کشور که فعلا در این حالت هست، ای به چی قسم تغییر بدم این وضعیت را، چی قسم ما بتوانیم که وضعیت فعلی کشور به یک حالت خوب در بیه. ما اگر هر کدام ما خود را تغییر در خود تغییر ایجاد بکنیم و در خانواده خود تغییر ایجاد بکنیم، جامعه خود به خود تغییر میکنه. هر جامعه متشکل از خانواده ها است، از خانواده ما، از خانواده تو، از خانواده یک برادر، از خانواده یک خواهر و از خانواده یک مسلمان و یک انسان بالاخره یک جامعه تشکیل میشه. پس اگر یک انسان تغییر بکنه، ما تغییر بکنم و تو تغییر بکنی، عالم تغییر میکنه. اگر یک خانواده تغییر بکنه، ده خانواده تغییر بکنه، یک جامعه و یک ملت و یک امت تشکیل میشه. پس باید ما چگونگی اخلاق در بین خانواده رو بفهمیم که اخلاق ما، برخورد ما با اعضای خانواده چه قسم باشه. اعضای خانواده پدر هست، مادر هست، برادر هست، خواهر هست، دختر هست. این چگونگی تعامل در بین اعضا چه قسم باشه، چگونه تعامل با هم داشته باشن. ما گاهی اوقات تعامل ما در خانواده تعامل انسانی نیست، کسی خفه نشه و بیگه پای ما، تعامل نادرست هست. جایگاه ها در خانواده معلوم نیست، حقوق شناخته نمیشه که پدر باید از کدام حقوق برخوردار باشه، مادر باید از کدام جایگاه برخوردار باشه، همسر با کدام چشم دیده شوه، برادر با کدام دید دیده شوه. این جایگاه ها که معلوم نشوه و آغاز یک خانواده، خانواده مفید نباشه و یک خانواده خوب تشکیل نشوه، یک خانواده که خراب شد و یک خانواده بعدی که خراب شد، جامعه را خراب ساختیم. ما امروز در جامعه که انسانهای غیر مفید میبینیم، انسانهای جنایتکار میبینیم، حتما متعلق به یک خانواده هست. پس باید تعامل ما در خانواده به چی قسم باشه رو باید بفهمیم، این باید خوب درک بکنیم. هیچ سعادتی و هیچ خوشبختی مهمتر از سعادت خوشبختی یک خانواده نیست. اگر خانواده ها خوشبخت بود، ما جامعه خوشبخت می داشته باشیم. اگر خانواده ها سعادتمند بود، ما جامعه سعادتمند می داشته باشیم. اگر خانواده ها سعادتمند نباشه، خوشبخت نباشه و از اوج انسان های خوشبخت، نخبه، مفید و خادم به جامعه تقدیم نشه، ما جامعه خراب خواهد داشتیم. پس ببین چگونگی اخلاق در خانواده ها را باید بفهمیم. مشکلات خانوادگی ما چی هست؟ ما امروز اکثریت مشکلاتی که در بین جامعه ایجاد میشه سرمنشأ از یک خانواده میگیره. مشکلات در خود خانواده هست. شکایت از پدر هست، شکایت از مادر هست، شکایت از همسر هست، شکایت از دختر هست، شکایت از برادر هست، شکایت از شوهر هست. چرا شکایت؟ تا کی شکایت؟ وقت و زمانی که ما در یک خانواده امنیت نداشته باشیم، آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، پدر جایگاه خوب نداشته باشه، مادر از جایگاه با عزت و با وقار خود برخوردار نباشه، پس او خانواده چه قسم آرامش داشته باشه؟ و این باورمند باشین، اگر تر تمام کاروبارتان، تجارتتان و معاملاتتان شما خوشحال باشین و در خانواده خوشحال نباشین، هرگز شما خوشحالی را حس نخواهد کردین، هرگز شما آرام نخواهد شدین، هرگز شما به آرامش و کمال سعادت نخواهد رسیدین. مشکلات خانوادگی چی هست؟ اول من فوکس و تمرکز میکنم برای مشکلات خانوادگی. ما چی مشکلات داریم؟ خانواده آغازش از ازدواج میشه. خب دقیق متوجه باشیم. خیلی اوقات در انتخاب همسر یا در انتخاب همسفر آینده خود ما اشتباه میکنیم. فقط مادیات را مد نظر داریم. زیباییش به چه حد باشه؟ از یک خانواده پولدار باشه؟ از یک خانواده بانفوذ باشه؟ از یک خانواده بانفوذ باشه؟ بالاخره اکثریت جوانها دیدشانی است که خیلی زیبا باشه. درست است؟ اسلام برات گفته که زیبا باشه. یکی از چیزهایی که در نکامی که شما مد نظر داشته باشین زیبایی دختر هست، زیباییش مد نظر هست. اما اگر انتخاب یک جوان محض زیبایی باشه و فقط زیبایی باشه، مدت یک ماه با زیباییش زندگی خواد کرده، بعد از یک ماه با اخلاقش زندگی میکنه، بعد از یک ماه با تعاملی که با تو داره با او زندگی میکنه، نه با صورتش. او صورتش بعد از یک ماه، بعد از دو ماه، بعد از سه ماه به حالت عادی بر تبدیل میشه. پس انتخاب اگر فقط مادیت باشه،
فقط ثروت باشه، فقط قدرت باشه، این خانواده روش نمیکنه، این خانواده سعادتمند نمیشه. در تمام چیزها باید توازن باشه، هم زیباییش، هم دیانتش، هم ثروتش و هم از کدام فامیل هست، از چه قسم خانواده است. اینه جوانا خیلی دقیق متوجه باشه. یکی از مشکلات خانوادگی یا مشکل خانوادگی، از یک جایی که مشکلات خانوادگی سرمنشأ میگیره، آغازش اینمی است که انتخاب همسر اشتباه است، انتخاب موافق میل نیست. یا به طور مثال یک خواهر یا یک برادر یک انتخاب داره، جوانا دقیق متوجه باشن، اطفالم یک کمی اگر کنترل شوه خیلی خوب است. بعضی جوانا عام از خواهر و برادر گاهی اوقات یک انتخاب می داشته باشن که با فلان کس من ازدواج می کنم. پدر و مادر حق مشوره دادن دارن که باید مشوره برشان بده، اما انتخاب اصل از دختر و پسر هست که اونها باید انتخاب بکنن، موافق میل اونها باشه، موافق دل اونها باشه. ای تو نشوه که بگه که مادر خفه میشه، پدر خفه میشه، عمه خفه میشه، خاله خفه میشه و فلان و فلان خفه میشه. به خاطر خفگی یک فرد زندگی دو فرد دوامدار زندگیشان رو، زندگی دوامدارشان رو خراب نسازیم. میگه به میل دل من نیست، مگرم تو خوب برای خود نمیگیری، مگرم تو خوب با او زیر یک سقف زندگی نمیکنه، اونها با هم زندگی میکنن. پسر و دختر انتخاب اصلی به دست خودشان است، اما مشوره کلانها حق داره که مشوره بده، که چون اونها این مسیر را طی کردن، قدم زدن به این مسیر. پس در انتخاب همسر خیلی دقیق باشند. انتخاب همسر مانند انتخاب یک لباس نیست، مانند انتخاب یک کالا نیست، مانند انتخاب یک ظرف نیست که بس تبدیل شوه. تو زندگیت را انتخاب میکنی، تو آیندهیت را انتخاب میکنی، تو یک نسل را میسازی. پس در این انتخاب خیلی دقیق باشه. اگر این انتخاب دقیق نباشه، با زندگی آینده دقیق نمی باشه، زندگی آینده با برنامه نمی باشه، افرادی که در این خانواده تشکیل میشن سعادتمند نمی باشه. این اولین مشکل خانوادگی است. دوم مشکل خانوادگی ای که بعد از ازدواج میکنن فهم نادرست زوجین از اخلاق یکی دیگه، یکی دیگر خوب درک نمی کنن زوجین، یعنی شوهر و همسرش یکی دیگر خوب درک نمی کنه. گاهی اوقات در یک خانواده اخلاق یک شوهر خیلی زشت می باشه و خانمش خیلی مهربان می باشه، یا برعکس خانم خیلی بدخو می باشه و شوهر خیلی مهربان می باشه. اینها اگر در بینشان درک باشه، یکی دیگر را درک بکنه، او دنیای زنانه ای او طرف را درک بکنه و این دنیای مردانه ای طرف را درک بکنه، هرگز در بینشان نزاع نمیشه. چرا مشکلات در خانواده ها رخ میده؟ به خاطر که تقاضاها بلند است. خیلی تقاضا داریم، باید شوهر من خیلی بر شوهر خود مهم باشم و او طرف خانم میگه که باید من، یا شوهر میگه که برای خانم خود باید خیلی محترم باشم. درست است که چیزا مد نظر هست، اما یک چیز دقیق متوجه باشیم که تو برداشت نداشته باشیم، تو فکر نداشته باشیم که خانم ما یا خانم از شوهری تقاضا را نداشته باشه که مکمل موافق میل ازی برخورد بکنه. بعضی مشکلات در خانواده ها رخ میده. گاهی اوقات شوهر یک اشتباه میکنه، گاهی اوقات همسرش یک اشتباه میکنه، اشتباهات همدیگر را تحمل بکنه. یکی از بزرگا برای خانم خود میگفت، دقیق متوجه باشین، خوردن ان شاء الله زمینه‌اش فراهم میشه، ولی سخنرانی ها گاهی اوقات فراهم میشه زمینه‌اش. یکی از بزرگا برای خانم خود گفته بود اگر کدام روزی من خشمگین شدم تو مرا آرام کن، و اگر کدام روزی تو خشمگین شدی من تو رو آرام میکنم. در غیر صورت اگر این حالت در بین ما و تو نباشه، به زودترین فرصت از هم جدا میشیم. ما به زودترین فرصت اگر یک خانم اشتباه میکنه یا شوهر اشتباه میکنه، واکنش خیلی شدید هست، بد اخلاقی خیلی صورت میگیره. درست است گاهی اوقات یک انسان خارج از خانه پریشان میشه، باید خانمی را درک بکنه. یا گاهی اوقات در خانواده کدوم مشکل پیش میاد، اینو باید شوهر درک بکنه. دیگه مشکلی که در خانواده ها وجود داره، زن درست مسئولیت خود را نمیشناسه و مرد هم درست مسئولیت خود را مدیریت کرده نمیتونه. به طور مثال آشپزی و کارهای داخل خانه مربوط زن میشه. مرد خیلی حق نداره که عمیقا مداخله بکنه. برو در آشپزخانه که نمک دیگر به چی اندازه انداخته، به این حد دیگه نه، به این حد شوهر حق نداره که هر روز جستجو بکنه زربین به دستش باشه که این جای خانه چرا نامنظم بود و این جای آشپزخانه چرا غیر منظم بود. به این اندازه دقیق بین دیگه به درد نمیخوره که در مقابل تو یک اشتباهی خانم یک واکنش خیلی جدی نشان بده.
این خیلی عمیقن در کارهایی که دیگه نباید مداخله بکنن. و او طرف خانم هم ایتونه شوه که شوهر بی از کار آمده و خیلی به سختی گرفتار است، بگوی که امروز چند نفر در دکان و در تجارت ازت قرض گرفت، یه چی فایده؟ یعنی چی مربوط میشه به او؟ این به کارهای کار داشته باشن دو طرف که مربوط خودشان میشه، عمیقن در کارهایی که دیگه مداخله نکنن، مشوره بدن یکی دیگره، از مشوره یکی دیگه مستفید شون. در غیر صورت اگر خانم و شوهر در کارهایی که دیگه خیلی عمیق و دقیق مداخله میکنه و در عمق کارها داخل میشن، کار درست نیسته، مشکلات خانواده هم زی جای پیدا میشه. دیگه مشکلی که وجود داره در بعضی خانواده ها عدم درک وضعیت مالی شوهر که در خواهرها دیده میشه. گاهی اوقات یک خواهر و یک یعنی همسر یا خانم از شوهر خود خیلی تقاضای بلند داره، تقاضایش به اندازه درآمد مالی شوهر باشه. حالا نمیشه که یک شوهر در هر عروسی لباس 5000 بر خانم خود بگیره، در هر خیشی لباس 6000 بر خانم خود بگیره. وضعیت مالی یکی دیگر درک کرده از یکی دیگر تقاضا داشته باشند. اگر این وضعیت درک نشوه و تقاضای خانم بلند باشه، بازی شوهر با این خانم زندگی کرده نمیتونه، با زندگی آینده ایشون خراب میشه. این خیلی دقیق متوجه باشه. این از مشکلات خانوادگی، آغاز مشکلات یک خانواده از این جای هست. دیگه مشکلی که در خانواده وجود داره و باعث یعنی از بین رفتن بنیاد و اساس خانواده میشه، بدگمانی ها هست. به طور مثال گاهی اوقات بعضی شوهرها در خانواده خیلی مصروف موبایل میباشن. خانم او طرف در فکرش میه که امرای کسی چت خواد کرد، با کی مصروف خواد بود، یا به طور مثال خانمش یک جای خیلی مصروف گپ زدن هست، خصوصا طبقه خواهرها در گپ زدن در تلفن یک ذره افراط میکنن، اکثریت البته زیاد گپ میزنن، تنها احوال پرسیشان شاید مدت 5 دقیقه را بگیره، احوال پرسی خصوصی خودشان. این طرف شوهر میگه که با کی گپ خواد زد. یا ایها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ای مؤمنا از اکثریت بدگمانی ها بپرهیزن، به خاطر خیلی بدگمانی ها گناه است. یک نوعی از گناه است که ما نسبت به هر کس بدگمان شویم. یا به طور مثال خانم شوهر خود را در یک جای میبینه که شوهرش در یک جای با کس استاد هست، با یک خانمی استاد هست، از اون طرف میگه که خانم کی خواد بود، شاید آدرس از یک جای پرسان کنه ازش، آدرس یک جای ازش پرسان بکنه. همین قسم برعکس، اگر تو بدگمانی ها در خانواده باشه، باز مشکلات خانوادگی خیلی اضافه میشه. نباید بدگمانی ها، باید با حسن نیت، با حسن گمان، با خوبی گمان در خانواده زندگی بکنیم. در غیر صورت اساس خانواده بس هم میپاشه، بازی خانواده خیلی خشن تربیه میشه، اولاده هایی که یا فرزندایی که از خانواده به وجود می خیلی خشین میباشه، خیلی بد اخلاق میباشه، باز همین قسم به جامعه تقدیم میشه. دیگه مشکلی که در خانواده ها وجود داره بد اخلاقی هست. این رو دقیق متوجه باشیم. شوهر از خانم خود خیلی تقاضا داره که در خانه ما باید بیایم، باید لباست خیلی منظم، آرایش کردگی باید باشی. اما از تو لباست چه قسم است؟ آیا خودت منظم هستی؟ آیا خودت با سلیقه هستی؟ این خب معلوم دار هست که طبقه خواهرها از طبقه برادرها که خیلی با سلیقه می باشن، این خب به همه معلوم هست. وقتی که تو قدر تقاضای بلند داری و بد اخلاقی از این صورت میگیره، خب او هم اون طرف هم این قسم تقاضا داره. او هم یک شوهر خیلی کلاسیک کار داره، به اصطلاح یک شوهر خیلی با برنامه کار داره. این شوهری غیر منظم، شوهری که به نظافت خود توجه نمیکنه، هر دو طرف چیزی رو باید مد نظر بگیره و حتی منجر به بد اخلاقی میشه. شوهر در خانه داخل میشه، یک سلام نمی اندازه. چرا میگه سیاست ما در خانه خراب نشه، در حالی که پیامبر در خانواده در خانه که داخل میشه می نشینه، در خانه فاطمه دخترش در خانه داخل میشه، با احترام فاطمه از جای خود بلند میشه، با احترام دختر خود. ما خو این گپا اصلا در بین ما وجود نداره که به خاطر یک زن کس از جای خود بلند شوه. رسول الله به خاطر دختر خود فاطمه از جای خود بلند میشه، به خاطر احترام فاطمه رضی الله عنها. سلام با دست خو اصلا در خانواده وجود نداره که سلام با دست، السلام علیکم. با خانم خود کس با دست مندانه باشه میکنه، میگه این بی غیرتی هست. بی غیرتی نیست، اخلاق رسول الله هست. این رو باید بفهمه. ما نیمه از این کسایی شاید دیده باشین را، نیمه از زنهای ما و شما، خواهرای ما شما، کلمه ای رو برش استفاده میکنیم که ای مگر اون نام نداره؟ اون نام داره، با نامش صدا بکنیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم عایشه صدیقه رضی الله عنها را، خانمشان را، با عایش صدا میکرد از خیلی محبت، حمیرا صدا میکرد از خیلی محبت. ما در خانواده خانم خود را ای صدا میکنیم، یعنی چی؟ اخلاق رسول الله روش اسلامی تو نیست.
این یک اخلاق نیکو، یک برخورد نیکو باید در خانواده باشه. والله قسم اگر تعامل نیکو در خانواده باشه، درک حقوق همدیگه و رعایت حقوق همدیگه باشه، اصلا مشکلات رخ نمیده. ما در خانواده حتی یک سلام دادن را یاد ندارم که در خانواده داخلش السلام علیکم رحمت الله مانده نباشه نمیتون. میگه ما که در خانواده داخل میشم، در خانواده که داخل میشم کس گپ زده نمیتونه. میگه خیلی یک سیاست خوب دارم. نه، این سیاست نیست، بد اخلاقی است. بهترین شوهر او شوهر است که در خانواده داخل میشه، مردم در کنارش، اعضای خانواده جمع شده در کنارش. مثل که بخاری ما شما استفاده میکنیم، گرم میباشه، هرچی نزدیکتر باشه گرم میشیم، هرچی به بخاری نزدیکتر باشیم. حالا اگر ای تو باشیم، وضعیت ما در خانواده ای تو باشه که در خانواده داخل شیم، یک در یک اتاق داخل شیم، یک در آشپزخانه برویم، یک در دیگه اتاق در پسخانه برویم، که چی کده که فلان سیب آمد، ای با سیاست نیست، بد اخلاقی است. مشکلات خانواده از این جای آغاز میشه. راه اصلاحش چی است که ما چی بکنیم؟ راه اصلاحش چی است که در انتخاب همسر دیدتان دید مادی نکنن. دید مادی نباشه که فقط با یک تصویر پوتوشاپ شده فریب بخورن. هر دو طرف را میگم. ولی خب پوتوشاپ آمده دیگه تصویر جور میشه، اون طرف در نامزادی تصویر روان میشه از هر دو طرف که فلان سیب است. نه، انتخاب اگر فقط تصویر باشه، مدت یک ماه یا دو هفته با تصویر زندگی میکنه، بعد از دو هفته و بعد از یک ماه باید با اخلاق زندگی بکنه. هر دو طرف با اخلاق زندگی میکنه. من مثال براتون میگم، اگر از دید تصویر انتخاب شوه، کسی یک جایی در یک پارک میره یا در یک باغ زیبایی میره، و باغ یک چند روز برای زیبا معلوم میشه، و گلها یک چند روز برای زیبا معلوم میشه، دیگر روز با طبیعت باغ باید زندگی بکنه، حالتی که باغ داره باید با او زندگی بکنه. پس دید مادیت را دور بکنیم، هم تقوایش را مد نظر بگیریم، هم دیانتش را، هم خانوادهش را، هم ثروتش را، هم زیباییش را. رسول الله دین را انتخاب کرده که شما فضفر بذات دین تربت یادک. کسی که دیانتش را انتخاب بکنه، وقتی که یک خانم دندار انتخاب بکنه یا خانم یک شوهر دندار انتخاب بکنه، این زندگیشون خوشبخت میشه. چرا؟ که اینها حقوق هم دیگر را میفهمه، جایگاه یک دیگر را درک میکنه، خانم جایگاه خود را میفهمه و شوهر جایگاه خود را میفهمه. این راه اصلاح هست. و دیگر راه اصلاح، و عاشروهن بالمعروف، میگه با خانمایتون به طریقی درست رفتار بکنه، به طریقی نیکو رفتار بکنن. حتی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا که میرفت، یکی از وصیت‌هایش در آخرین لحظات زندگیش این بود که استوصوا بالنساء خیرا. ما شما رو وصیت میکنیم به این که با زنهایتان، با خانمایتان، با همسرایتان، با همسفر زندگیتان وضعیت خوب داشته باشین، نیک برخورد باشین، خوش اخلاق باشین، خوش گفتار باشین. برعکس، خانم‌ها هم باید این رعایت بکنه. در این کشوری که ما شما افغانستان زندگی میکنیم، الحمدلله جایگاه ها خیلی معلوم هست. من یک شکایت دارم که اکثریت اوقات شکایت از کشورهای خارجی پرسان میکنن. در کشورهای خارجی بعضی از خواهرها خود را با شوهر مکمل مثل که شوهرش باشه، شوهر خود باشه، به یه حد نه. خانم باید جایگاه خود را بفهمه و شوهر باید جایگاه خود را بفهمه. اگر جایگاه ها معلوم نشه و باز تقاضاها زیاد بشه، تقاضاها که زیاد شد، باز اینی برخورد زشت در مقابل یک دیگه صورت میگیره، و از او خیلی تقاضا داره و این طرف خیلی تقاضا داره، اشتباه است. و دیگر راه اصلاح، درک مسئولیت ها. قبل از اینکه 5 دقیقه پیش سخنرانی تمام شد، مرا احوال بدین که 5 دقیقه مانده. درک مسئولیت ها، مسئولیت خود را درک بکنه. ما هر کدام ما یک عضو خانواده هستیم. من حیث برادر مسئولیت خود باید در خانواده درک بکنیم، من حیث شوهر باید مسئولیت خود در خانواده درک کنیم. هر کسی یک مسئولیت خاص خود را داره. مسئولیت گروزی نکنیم، از مسئولیت فرار نکنیم. وقتی که مسئولیت به کسی دیگه واگذار میشه، خصوصا اگر مسئولیت ها در یک خانواده معلوم نباشه، مسئولیت که معلوم نبود باز مسئولیت میمونه، میگه فلان نفر انجام میده، و میگه نه فلان نفر انجام میده، بالاخره از مسئولیت پس میمونه. پس موضوع ما این است که چگونگی اخلاق با اعضای خانواده، این مشکلات خانوادگی بود و راه اصلاحش. یکی از اعضای خانواده که در موردش صحبت میشه دخترها هست در خانواده. هر کس دختر داره یا اکثریت دخترها دارن در خانواده، گاهی اوقات بعضی برادرها یک برخورد تون دارن، یک برخورد تون نسبت به خواهر خود داره. یعنی برادر چی حق داره که تو یک برخورد داشته باشه؟ علا بوتای من رنگ کو. یعنی چی؟ در کدام کتاب اومده که بوتای تو رو باید خواهرت رنگ بکنه؟ اگر مهربانی بکنه خوبی خوب، و در غیر صورت تو حق نداری که تو یک سیاست بکنه سرش بلند شو. نخیر،
و ما هم یک عضو خانواده هست و تو هم یک عضو خانواده هست. یعنی برادرها برخورد خشن نباید با خواهرای خود داشته باشه و هم من حیث کرامت انسانی از جایگاه انسانی خود برخوردار هست و تو هم من حیث یک انسان باید با او برخورد داشته باشی. ما هم باید من حیث یک انسان با او برخورد داشته باشم. اونا هم انسان هستن. دیگه اخلاق زشتی که نسبت به دخترها وجود داره در خانواده ها، از تولد دختر رنج میبرن، جایی که به طور مثال در یک زایشگاه حتی اختارش میدن که ایدف اگر دختر بود باز موتو میفهمه. خیلی دختر و خانوما، خیلی از خواهرات طلاق شدن به خاطر ازی که دخترها پی هم تولد شد. ای کدام مفکره است؟ ای خو مفکره جاهلیت قبل از اسلام هست که دخترها زنده به گور میکردن. به همه ایتان معلوم هست، باید به ای اعتراف بکنیم که یگانه کسی که در خانواده از پدر و مادر خیلی مورد احترام قرار میگیره توسط دخترها هست. پسر قدر مورد توجه قرار نمیگیره، توجه نمیکنه طرف پدر و مادر. حتی بعد از ازدواج خو اصلا دیگه پسر میگه از من خو کارم نشد، من دیگه چی کار دارم. اما یگانه کسی که احوال میگیره او دختر هست. این مفکوره جاهلیت را از ذهن خود دور بکنیم. کسی که میگه دختر تولد شدن در یک خانواده ننگ است، خی مادر ما کی است؟ خواهر ما از کدام نسل هست؟ همسر ما از کدام نسل هست؟ دختر ما از کدام نسل هست؟ او کیست؟ خب ما به خود توهین میکنیم، ما به مادر توهین میکنیم. دیگه مشکلی که وجود داره نسبت به دخترها، ما گاهی اوقات مرتکب میشیم عدم مشوره در مورد ازدواج با اونها. مشوره نمیکنیم. به طور مثال پدر در خانه داخل میشه میگه دخترم به فلان نفر تو را عقد نکاح تو را منعقد کردیم. یعنی چی؟ اصلا خبر نداره. الحمدلله کم کم این عرف برداشته شده، ازدواج های اجباری کم کم دور شده، اما حال هم بوی جاهلیت از این ازدواج ها میایه. همین قسم که پسر حق انتخاب داره، دخترم حق انتخاب داره، حق رد و حق انتخاب دارن. کلانای خانه پدر و مادر تا حد یک مشوره را حق دارن که مشوره بتن، اما زو اضافه تر نیست که تحمیل بکنه. دختر خاله ایت را بگیری، دختر کاکای ایت را بگیری، دختر عمه ایت را بگیری، دختر مامان نخیر، اجازه نیست. آلی آب یا یه چیزی که داخل گلاس هست اگر موافق میل من باشی رو من چی کنم که بخورم؟ خب گاهی اوقات باعث پس به اصطلاح پس خارج شدن از میده میشه. ایتو نکنیم که ما یک غذای موافق میل پسر و دختر ما نبشیم و با زور بالشان میخورانیم. اجازه نیست، اسلام ایتو نگفته. یک روز یک دختر نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم شکایت گفت یا رسول الله، مرا با کسی به ازدواج دادن که ما موافق نبودم. رسول الله آمد گفت نکاح فسخ است، اجازه نیست، مردود هست. یکی از شرایط نکاح رضایت جانبین است که هر دو طرف راضی باشن، که راضی نباشن نکاح نمیشه. حرام هست ایتو ازدواج کردن. اینه باید دقیق متوجه باشیم. و دیگه بخشی از اعضای خانواده زنها در خانه و بخش دخترها بود. عموما زنها در خانواده اکثرا رفتار ما در خانواده با خانما، با طبقه خانم یا زنها یک نوع رفتار استبدادی و زورگویی هست. الا بلند شو، الا چای بیار، الا فلان کار را انجام بده، الا کتاب مرا پایین کو، الا فلان به این قسم نخیر و خونوکر نیست. خدا کنید سخن مرا طبقه خواهرا نشنون، سخن مرا نشنوین، شما بشنوین. وهبت الزحیلی در کتاب فقه خانواده میگه می اگر کدام خانم کار خانه را انجام نمیده، یک کار خانه را انجام نمیده، شوهر اجبار کرده نمیتونه، حق نداره که بالش اجبار کنه. اون نوکر نیست. و ای تو فکر نکن که تو به اون نیاز داری، او هم به تو نیاز داره، تو هم به اون نیاز داری. ولی درک مسئولیت که کارهای خارج از خانه معمولا به مربوط مردا میشه، داخل از خانه مربوط زنا میشه، اینو باید درک بکنن. ما این مسئولیت را نمیفهمیم. گاهی اوقات مسئولیت از ما اشتباه میشه. زن به عنوان محل آرامش باید انتخاب شود در خانه. در ابتدای سخنرانی خود من یک چیز گفتم که من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. ازدواج به این خاطر است که هر دو طرف به آرامش برسن. مرد در جستجوی یک زن کامل هست و زن در جستجوی یک مرد کامل هست، در حالی که هیچ کس کامل پیدا نمیشه. اینها به خاطر تکامل یکی دیگه، به خاطر تکمیل کردن یکی دیگه خلق شدن. تو کمبوتی هایی داره که توسط خانم تکمیل میشه و او کمبوتی هایی داره که توسط شوهر کامل میشه. این چیزا رو باید درک بکنیم.
دیگه حقی که زنها بالای ما داره به نیکی بالایش خرج شوه، مصرف شوه بالایش، در حد توانایی شوه، هر اضافه نه، افراط نه و تفریطم نشوه. ای تو نشوه در خانواده نان و چای بخورن و ای تو رو نشوه که همیشه کباب خواستن باشه. افراط و تفریط دیگه بخش صورت نگیره. ایره باید زنها هم رعایت بکن تا یک حد دره. و یکی از اعضای خانواده فرزندای ما در خانواده ها هستن. فرزند یکی از اعضای مهم خانواده هست، یا فرزندا عم از پسر دختر، اینها از اعضای مهم خانواده می باشن. باید رعایت شو حقوق اینها. حقوق اینهایی است که شخصیتشان باید قوی شوه، باید جسور و با جرأت تربیه شوند، باید با اعتماد و نفس کامل که اعتماد به نفس داشته باشند باید تو تربیه شوند، با اخلاق تربیه شوند، با دیانت تربیه شوند، با برنامه تربیه شوند، با دیانت و با تقوا تربیه شوند. من که فکر میکنم که جلسه به سوی یعنی چی خوردن نزدیک میشه و شاید آمادم انشاءالله تشریف میارن. در اخیر باز ازدواج را و یقد زیبا و مبارک را به دو فامیل مبارک خیلی مبارک باد میگیم، بالاخص به جانبین، یعنی دکتر سیف فضل رحمان فقیرزاده و دوشیزه مبارکشان دکتر قیومی، به همه اینها مبارک باد باشه. الله متعال ای عقد را سبب رضایت خود بگردانه و از اینها نسل متعهد و متدین و با صداقت و با اخلاص به وجود بیاره. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده. و ای که بعضی کسا اگر در ذهنشان این سوال باشه که در عروسی هم سخنرانی شنیدیم، توانش چی بود؟ هیچ توان نکردیم، بلکه یک چند گپی از رسول الله روایت شد شنیدیم، از الله شنیدیم، زیبا شد، مجلس زیبا شد. اولین خشت خانواده با برنامه زیبای اسلامی گذاشته شد. از حوصله مندیتان تشکر. دوستتان داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.